سطح لاستیکی که توسط شهرداری در میدان شورا در مسیر رودخانه دارن احداث میکنن، علاوه بر مضراتی که داره، برای در حال حاضر مهمترین چیزش که ضرری که برای باغستان، برای آب باغستان داره، اینا شهرداری دیگه بعد این صاحب آب خودش تلقی میکنه و اجازه برداشت از آب پیدا میکنه. اگر جلوش به باغدارا بیشتر به خاطر این مسئله، غیر از آبی که برداشته میشه به برای باغستان، مخصوصا مثل سالهای کمابی مثل امسال که ضرری برای باغستان لازم آبی میزنه، اون سندی پیدا میکنه که برای شهرداری که محقق میشه که براش حتما اجازه برداشت از این آب داره و خودش صاحب آب میدونه. این سدی که الان میزنه، علاوه بر برداشتی که درسته که حالا شاید آبش به سد نمیشه، میشه گفت آب بند، غیر از این آبی که برداشت میکنن تبخیر میشه. خب این آب تبخیر باید جایگزین بشه و اگر مواقع بارندگی که سیلاب میاد، اگر این آب وقتی خود گلولایی که میاره پشت سد انباشته میکنه، وقتی که این سد بادیه دیگه میدونن باشه خالی کنن که بیاد، تمام این گلولا رو یک دفعه میاره تو مسیر باغستان. ما دیدیم سالایی که پر آب بوده، سید بارندگی شده، لای آورده تو سطح باغستان. آبای معمولی که اومده تا 10 تا 15 سال لای آورده روی باغ بوده. اگر یه دفعه بیاد که حالا خرابی بار بیاره، بعضی سالایی که مثلا همین یکی دو سال گذشته با بیش از یک متر هم تو باغستان لای آورده که این بزرگترین ضرره. و این لای درخت پسته و نسبت به رطوبت حساسه. یکی از بدیایی که سد لاستیکی داره به خاطر اینکه تو عمق زیاد آبو نگه می‌داره، باعث میشه این املاح که وزنشون سنگین‌تره بیاد به کف رودخونه تهنشین بشه، یعنی کف اونجایی که سد لاستیکی رو گذاشتن. این آب بی املاح وارد باغستان میشه. این آب بی املاح که وارد باغستان میشه، به مرور زمان خاک حاصل خیز باغستان که الان یکی از ویژگی های مثبت باغستانه، کیفیت خودش رو از دست میده. حالا ما میایم میگیم زمانی که بارندگی زیاد شد، املاح و سد رو باز میکنیم، املاح خارج میشه. و وقتی که خارج شد، چون این املاح خیلی فشرده وارد باغستان میشه، خودش باعث خفگی ریشه های درختان میشه. این یکی از اثرات خیلی مضر این سد لاستیکه. و یه بحثی ما اینجا داریم اینه که رودخانه باراجین و باغستان همزمان با هم دارن این آب به سفره های زیرزمینی انتقال میدن، آبخانداری میکنن واسه این شهر. این نیست که فقط باغستان داره آبخانداری میکنه، رودخانه هم داره آبخانداری میکنه. اگه ما میایم قسمت هایی از رودخانه رو میگیم بتون میریزیم که مانع پرت آب بشیم، و این آب رو مثلا میایم به بوستان فدک اختصاص میدیم، به درخت های برگ سوزنی اختصاص میدیم، درخت های برگ سوزنی که میزان اکسیژن دهی هواش صفره، اون آبی که اون درخت برگ سوزنی داره استفاده میکنه، اون آبو میتونیم بگیم پرته، نه آبی که تو کف رودخونه میره. اون آبی که تو کف رودخونه میره داره آبخانداری میکنه واسه این شهر. و یه نگاه دیگه ای هم که متاسفانه ما داریم اینه که میگیم آقا این باغهایی که تخریب شده ما داریم حقابش رو اختصاص میدیم به بوستان فدک یا پروژه های مشابه بوستان فدک که تو حاشیه رودخانه ارنجک داریم میسازیم، که همه اینا داره ناامنی ذهنی واسه ما باغدارا ایجاد میکنه. من یه خواهش دارم از اون کارشناسایی که میان دریاچه های مصنوعی واسه باغستان ما تعریف میکنن، از اون کارشناسایی که زحمت میکشن تا آفریقا میرن که این پروژه های مشابهش رو ببینن، بیان باغستان هم از نزدیک ببینن، درخت های هزار ساله رو ببینن، باغکاری که شرمنده است به روی درختش، واسهش آب نمیتونه تهیه بکنه، درختی که عمل آورده میدونه درختش تشنه است اما دستش به جای بند نیست آب بیاره واسه درختش، بیان اونم از نزدیک ببینن. نگیم نگاه مردم شهر ما اینه که بوستان فدک توسعه پیدا بکنه. من مطمئنم نسل امروز که خود من باشم، دوستان خود من، مردم شهر ما هنوز باغستان رو به خوبی نشناختن، نمیشناسیم ما باغستانو. انصافا سیلی که 97 اومد، 12 فروردین 97 اومد، همه ماها تو خونه هامون بودیم، چند درصد مردم شهر متوجه شدیم که این باغستان بود شهر رو نجات داد؟ یکی از اشکالاتی که توی طرحهای توسعه استان قزوین وجود داره اینه که طرحها بدون مصوبات بالادستی و بدون به ویژه پیوست محیط زیستی
تعریف میشن، شروع به اجرا میکنن و بعد اگر اعتراضی به این که پیوست نداره بشه، طرح ممکنه موقتا توقف داشته باشه و بعد براش پیوست محیط زیستی تهیه میکنن. این یعنی این که ما یه مقداری بردیم جلو، هزینه کردیم، حالا یه جوری باید اینو حتما تمومش بکنیم بریم یه بعد، در حالی که اصلا مفهوم پیوست محیط زیستی این نیست. پیوست محیط زیستی یعنی مطالعاتی که قبل از اینکه پروژه بخواد به نقطه اجرا برسه و حتی به تصویب برسه، باید مطالعات محیط زیستی انجام بشه. اگر این اتفاق بیفته، مطالعات محیط زیستی برای یک پروژه مثل سد لاستیکی شامل حقابه میشه، شامل فرونشست دشت قزوین در اثر برداشت آب در بالادست میشه، چون آب رودخونه های فصلی باید بیان برن در آبهای زیرزمینی، آب خانداری از اون نقطه بالای رودخونه که نشست نشت میکنه آب به زمین شروع میشه تا باغستان. ما توی این مسیر هر طرحی که تعریف بکنیم که طرح آب بر باشه یا به بستر رودخونه صدمه بزنه یا به حریم رودخونه صدمه بزنه، این یعنی این که ما از نظر محیط زیستی بحرانی ترین مسائل شهر رو در نظر نگرفتیم. ولی متاسفانه بدون همه این مصوبات بالادستی و پیوست ها، الان پروژه سد لاستیکی شروع شده، تا یه مقدار زیادی هم پیش رفته، گودبرداری شده، دریاچه های تفریح بالادست همینطور، سافاری پارک همین اتفاق افتاد، کمربند شرق همین اتفاق افتاد، بدون پیوست زیست محیطی شروع شد تا یه جایی انجام شد، حتی بخشایش پیوست در واقع مصوبات بالادستی رو هم نداشت ولی شروع به کار کرد و بعد متوقفش کردن، پیوست براش درست کردن. خب این اصلا معنی پیوست که چیزی نیستش که ما بعداً بخوایم به یه پروژه الحاق بکنیم و این الان مهمترین خطره. یعنی پروژه‌ای وقتی شروع میشه و هزینه میشه، دیگه متوقف واقعی لغو نمیشه، بلکه براش یه پیوست دست و پا میشه در واقع. بر اساس حالا مطالبی که مطرح شده، سدی قرار است در بالادست زده بشه، سد لاستیکی که اگر پیوست زیست محیطی نداشته باشه قطعا جلوی این اجرای پروژه گرفته میشه، حتی اگر مصوبه شورای شهر هم داشته باشه. قطعا در هفته آینده ما از این سد و کمربندی شرق بازدید میکنیم در معیت رئیس کل محترم دادگستری استان و با حضور متولیان امر از جمله محیط زیست و شهرداری و سازمان هایی که در این زمینه فعالن، سازمان های مردم نهاد و نماینده باغداران، تصمیماتی که لازم باشه قطعا در این حوزه گرفته میشه. آدم خوش سخنی هستش، خوب هستش، خانم قابل باشه وقتی که سخنی کنه.